یه بحث دیگه. خب واقعیت اینه که ما یه چند تابع داریم که بازم توی تمام زبانهای برنامه نویسی میتونن ازشون استفاده بکنن، یعنی مدلش هست میتونید استفاده بکنید. فرض کنید عبارت رو اینجا میبینی، خب من بازم چاپ کردم، میتونید ازش استفاده بکنید برای اینکه چک بکنید آیا این اتفاق افتاده یا نه. من تابع بسیار مهم میدارم به نام isSet. isSet میاد چک میکنه خروجیش چیه؟ بولین. میگه چیکار میکنه؟ میاد چک میکنه این متغیر value داره یا نه. چی داره؟ متغیر value داره یا نه. میام میگم آقا isSet، فرض کن من اینجا برمیگردم میگم دالر x مساوی با 100، x داره چیکار میکنم؟ میذارم اینجا. خب و برمیگردم میگم echo this is مثلا test. الان اگه من بیام توی about بیاره یه مقدار دقیقتر من برای تو بررسی بکنم، this is test رو چاپ کرد درسته؟ خب من میام اینجا اینو میکنم صفر، آیا چک میکنه یا نه؟ نه. isSet اصلا براش مهم نیست تو صفر بذاری اینجا، استرینگ خالی بذاری، چه میدونم، آره فقط نگاه میکنه که چی شده باشه، دیتا توش ریخته شده باشه، آرایه خالی بذاری، میبینی؟ براش مهم نیست، فقط میخواد ببینه تو توش یه چیزی ریختی یا نه. حالا خالی خالی نیست اینا، یه وقت با نال اشتباه نگیرید اینا. نال جلسه پیش در مورد صحبت کردن رو عکسه، بهتون گفتم نال چیه. نال یعنی اینکه یک فضایی توی حافظه داره ولی هیچی توش نیست. ولی شما وقتی یه خونه داری میگی صفر مثلا صفره، بالاخره اون یه پوسته‌ای داره، یه چیزی داره. صفر یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من یه متغیری دارم توش هیچی نیست، حالا مثلا صفره، صفر بالاخره یه میزانیه دیگه، ما یه میزانی گذاشتیم تو برای صفر. نال یعنی چی؟ یعنی که آقا من عملاً فقط جاش رو دارم، آدرس حافظش رو دارم. خب بعد در مورد عکسش چند وقت پیش با هم صحبت کردیم، ایمیج نال عکس دستمال کاغذی بودش. نه نه نه، یه استرینگ خالیه، نه یه استرینگ خالیه. وایس پیداش کن اینه هاشش. خب نان زیرو یعنی یه دیتایی توشه، زیرو یه متغیره که توش هیچی نیست، نال جاشه فقط. آندیفاین هم که اصلا جا ما نداره. آندیفاین رو در مورد صحبت کردیم بگه، حالا اینه جاواسکریپتی آندیفاین، اینه اینه اونه که توی برمیگردی لیبل میزه، میگه کاش این خونه مال من، اصلا نه مال توه، نه آدرسش مال توه، نه تایپش مال، هیچ چیش مال تو نیست، تو یه آرزویی کردی اصطلاحاً، قراره بعدا توش دیتای بریزی. نال یعنی چی؟ یعنی که اولا من متغیر دارم، هیچی در واقع هیچ ولیو، هیچ نوع تایپی نداره. داستان بعدی اینی که آقا پس هر چی این صفرم بنده خدا یه ولیوه، مگه غیر ممکنه مثلا یکی به دارم میگه چقدر پول دارم؟ صفر تومن. خب تو داری به این میگی اولا من یه عددی از ریاضی که هیچی توش نیست، یعنی در واقع من صفرم، صفر مطلقم. خب یا استرینگ خالی، این بالاخره استرینگ خالی یه آدرسی داره توی حافظه، یا صفر یه آدرسی داره مثلا توی حافظه. وقتی نال باشه isSet رو که میزنی چه اتفاقی میفته؟ else رو میارم echo آره nothings چی شد؟ هیچی. نال کیا اتفاق میفته؟ امروز دیتابیس داریم ما، دی بی داریم، ممکنه طرف توی دیتابیس هیچی دیتا نذاره. من میگم اگر طرف تو رکوردش هیچی نذاشت نال باشه، میتونه نال باشه. من یه مثلا من میتونم به دیتابیس یکی از رکوردها
یکی از فیچرام به یکی از ایندکس ها برگردم میگم آقا تو میتونی نال باشی. نال باشی یعنی چی؟ یعنی آدرسی داری ولی هیچی، عملا هیچی. خب من میتونم متغیرهای ایندکس های دیتابیس هم رو چک بکنم که نال هستن یا نه. این ناله میتونه در واقع به این صورت برای شما باشه. پس الان مثلا نگاه کنی تو حالت عادی من میام اینجا برمیگردم، حالا من دیگه با این کار ندارم. دالرز پس ایست عملا چک میکنه نال هست یا نیست. برمیگردم میگم دالر سشن گزینه چی بود؟ ادمین. حالا میام اینجا F5 ها میزنم گو اوکی آقا تو هستی. خب من میخوام حالا این اینکاگنیتو رو استفاده بکنم. لوکال هاست 2000 about.php چی برمیگردنه؟ nothing. این کاگنیتو باز کردم که اصلا سشن ست نشده باشه. نه یه بروزر دیگه است. نه عباد زدم که سشن ست نشد. تو ایندکس سشن ست میشه، توی ایندکس سشن ست میشه، توی عباد نگاه کن توی ایندکس سشن یه دیتای توش ریخته شده. اینجا زدم درجا اومد اینجا، آیا تو این ریخته شده؟ نه. وقتی اومد اینجا ست چکش کردید آقا سشن ناله، خالیه، خالی با صفر فرق میکنه. دوستان میفهمید داستان چیه؟ نه دیگه یه بروزر دیگه باز کرد. اوکی بروزرت رو ببندی سشن از بین میره، یه بروزر جدید باز کرد. خب میدونم میشه صداش کرد، نکردم صداش نکرد. آره دوست داشتم صداش کنم. اومدم یه دفعه از ابات اومدم توی ایندکس ست میشد، تو از ابات اومدم وقتی میام تو ابات یعنی ست نشده دیگه. خب و این اتفاق میفته. پس با این داستان نال آشنا بشین. وقتی شما یه ولیوی نمیریزید توی متغیری، حالا به این صورت حکمش چیه؟ نال. اصلا اینجوری میشه مثلا آرایه رو سشن کرد یا مثلا اکتیو؟ آرایه به صورت بای دیفالت وقتی تعریفش میکنی دیدی ایست اصلا قبولش نمیکن. آرایه خالی هم باشه میگه فضای رو داره اشغال میکنه. خب و ایستش ترو بود، صفر ترو بود، استرینگ خالی ترو بود. سشن ها در واقع وقتی ست نمیشه، ببینید ست نمیشه توش دیتای ریخته نشه، حالت نال در نظر میگیره. یکی از جاهایی که میشه در واقع از ایست استفاده که از سشنه که ببینم ریخته شده یا نه، کوکیه ببینم توش ریخته شده یا نه. با سشن میتونیم آره بسازیم؟ آره توش ولیو دیم. الان من میتونم مثلا اینو برگردم بگم یه آرایه درست بکنم بگم این مقدار رو توش پوش کن. اوکی؟ خب خب اوکی. سوال در مورد این داستانی که اینجا هستش، فهمیدید ایست چیکار میکنه؟ ایست یکی از پرکاربردترین دستوراتی هستش که ما یک سره تو زبانمون، حالا چه میخواد سی شارپ باشه، من سی شارپ هم کار کرد ASP داده ASP یک سره ما این دستور رو من داشته، یعنی من ASP رو MVC هم همینجوری یک سره داشته از اسم PHP همینجور. یعنی ما باید دستور معادل داشته باشیم برای این تو همه زبان برنامه نویسی که ازش بیام استفاده. سوال در مورد این نداریم؟